سیاست دستگیری، کشتار، اعدام و شکنجه و تجاوزش تا به امروز تغییر کرده. به خاطر همین هستش که شاید این یه مقدار سوء تفاهم ها و یه مقدار گیجی ها رو برای شنونده به وجود بیاره که چرا متفاوت بوده. به خاطر تصویب نشدن یا تصویب شدن جمهوری اسلامی بوده که شکل مجازات و جنایاتی رو که برای زندانی ها و کسایی که دستگیر شدن یا کسایی رو که اعدام کردن و به قتل رسوندن متفاوته. و من در خودم در سال 1982 یا سال 61، سال 61 بهار، آخر بهار 61 دستگیر شدم و همسرم، پدرم، مادرم، عموم، زنم، دخترمون، پسرمون، پسرخالم، پسردایی و همه اینا رو تو همون دوران دستگیر شدم. و شوهر منو 8 ماه بعد از دستگیری به جرم عضو اتحادیه کمونیستا و به جرم اینکه کمک به گروه سربداران در جنگل آمل بودش اعدام کردند و ما هم در زندان کماکان بودیم، یعنی من هم در اونجا بودم. زمانی که همسر منو گرفتن، من تازه، پسرم تازه به دنیا اومده بود. من یه پسر و یه دختر داشتم اون زمان که نوزاد بودن، یعنی دخترم 1.5 سال بود و پسرم 2 ماهش بود. و وقتی که منو گرفتم پسرم 4 ماه، یعنی 2 ماه بعد، ما اصلا هیچ اطلاعی از همسرم نداشتیم، چون که رفته بود یه شرکت داشت و مهندس شیمی بود، یه شرکت باز کرده بود برای شرکت کاراش. بعد برای اون رفته بود و ما دیگه اصلا هیچ اطلاعی ازش نداشتیم. و تا 1 هفته تمام خانواده سرگردان و گیج بودن. و چون که به هر حال فعال سیاسی بود و ما همه فعالیت کرده بودیم، حدس می‌زدیم که دستگیر شده، ولی هیچ اطلاعی ازش نداشتیم. و یه بک‌گراند که بدم، من سال 55 در خارج از کشور با سازمان دانشجویی سیاسی آشنا شدم و فعالیت سیاسی از اونجا شروع شد. اینو میگم به خاطر اینکه زمانی که منو دستگیر کردن و برای من به اصطلاح خودشون حکم صادر کردن و کیفرخواست گذاشتن، چون من کار علنی کردم تا همون 30 خرداد که به قول خمینی تا 30 خرداد علنی بود و مشکلی نبود، از لحاظ خودشون قانونی بود و من هم کار علنی تا 30 خرداد کرده بودم. ولی جرمی که برای تو دادگاه، بیدادگاه اونها که حدود 10 دقیقه بود و همونطور که دوستان گفتن با همون مدل توی اتاق با یه حاجی و با چند تا آدم دیگه برای من گذاشتن، بیشتر جرم من برای فعالیت علیه سیستم دوران شاه بود. و در واقع شما فرض کنید که با 2 تا بچه کوچیک که من سال
دخترم سال 58 به دنیا اومده، اول دهه 58 به دنیا اومده و پسرم 61 به دنیا اومده، اردیبهشت 61 به دنیا اومده. ببینید که نوع فعالیت من میتونست تا چه حد باشه که اینها اینجور برای من جرم بذارن و به من حکم 10 ساله بدن. یعنی اصلا از لحاظ منطقی شما خودتون دیگه در نظر بگیرید. من از زمانی که منو دستگیر کردن، اولا اینکه گفتم همسرم و سر شرکت سر قرار تست کردن، ما 2 ماه سرگردان بودیم. بعد از 2 ماه همسر منو به عنوان تومه آوردن که هم به عنوان اینکه به اصطلاح درگیر ما درگیری نشه باشیم، چون به هر حال سازمانی که ما توش فعالیت میکردیم بخشن مسلح بودن و یک جور باشه که ما با دیدن همسرمون اونجا با پاسدارا درگیر نشیم. اومدن منزل و پسر نوزاد من از من گرفتن، دخترم از من گرفتن و گفتن که ما به خاطر تکمیل پرونده ها و روشن کردن موضوعات نیم ساعت شما رو لازم داریم که با ما بیاید. و بدون که چیزی داشته باشم، یک چادرم که به هر حال به زور پیدا کردم سرم کردن و منو بردن اوین. تا اون زمانی که یک توهمی که این وسط همه ما داشتیم در رابطه با این، یعنی وقتی هم که من برگشتم ایران به عنوانی که داره انقلاب شده و آزادی بیان، آزادی به هر حال سازمان، آزادی گروه، آزادی جریانات هستش، با این نگاه اومده بودیم که چیکار کنیم، نقش داشته باشیم تو این انقلاب که به اصطلاح مردم انجام دادن. ولی دوزان سرگردنه که جمهوری اسلامی هستش که اومد و این برنامه رو به این صورت که دیگه دوستان خیلی راجع به این مسئله صحبت کردن از مردم اینو گرفت. و من هنوز که من اون زمان که منو دستگیر کردن، من خوشحال بودم که حداقل کنار همسرم هستم. هنوز تصور نمی‌کردم که به چه صورته. تا زمانی که اونجا وارد شدیم، چشمن به ما دادن و دست همسرم از من جدا کردن، کم کم یه ذره تازه متوجه شدم که اوضاع چه قراره. بعدش هم که اومدن از من پرسیدن که یه فرم دادن، گفتن که اسم فامیل اینا رو بنویس و بنویس که چه دینی داریم. من نوشتم خیلی راحت، نوشتم من دین ندارم، من کمونیستم. واقعیتش ما اصلا کلن خانواده ما خانواده بودش که از بچگی هم با دوران شاه مبارزه کرد، مادر بزرگم و مادرم، پدرم، و ما اصلا با دین اسلام هیچ نوع چیزی نداشتیم، آشنایی و اصلا قبول نداشتیم. و به خاطر همین واقعیت رو گفته بودم و نوشتم. به خاطر همین تمام گروهی رو که با من، افرادی که با من گرفتن، یه طرف بردن، به بند عمومی فرستادن و منو فرستادن به سلول انفرادی. و توی سلول انفرادی 8 ماه حدودا من اونجا بودم، به خاطر اینکه نماز نمیخوندم و گفته بودم که خب من دین ندارم دیگه. ولی یه مسئله که هستش، یه واقعیت رو برای شما بگم، جو زندان مخصوصا برای زن، من به عنوان یک زن زندانی شاهد خیلی چیزهایی بودم که همینجور الان رفیقمون که کرد بودن اینجا گفتن، همین ستمهای مضاعف، همین نگاه‌ها که خود به هر حال خودتون میدونین که اسلام نگاهش به زن چی هستش. زن نصف آدمه و خیلی جاها صفت حیوان هم بهش دادن. پس بنابراین دیگه تصور کنیم که با یک زنی که مخالف دین اسلام، مخالف جمهوری اسلام، مخالف این سیستم هستش و زندانیه، چه رفتارایی میشه کرد. من شاهد خودم شخصا، به خاطر اینکه بچه شیر میدادم شدیداً بیمار بودم و تب و لرز شدید و فشارم همش پایین بود و حال خیلی بدی داشتم. برای همین با این حال، یعنی حالم که بد بود، به بهداری که می رفتم اونجا شاهد
دخترها و پسرهای بودم که چقدر اینها رو شکنجه کردن، شکنجه که همون با شلاق و کابل به پاهاشون زدن، انقدر زدن تا زانو به عفونت و چرک رسیده بود. بعضی هاشون هم که زده بودن که کف پاشون صاف شده بود که از بغل کشاله رانشون پوست برداشته بودن و به کف پاشون جراحی کرده بودن. اینا اولا اینکه همشون کلیه هاشون رو از دست دادن و دیالیز، کلیه ها همه دیالیز شده بود. و دومی که هیچ وقت نمیتونستن سر پا وایسن، 10 دقیقه سر پا وایسن تا و این کف پاشون همش میخورید. یکی از کسایی که خودم شاهدش بودم پدرم بود. پدر منو شلاق خیلی زیادی زدن چون سنش بالا بود. فکر میکردن، گفته بودن این از اون کهنه کمونیستای درجه یکی از رهبراشون هست، پس باید انقدر بزنیمش تا مغر بیاد. و پدرم هم در مقابل اونها مقاومت‌های زیادی رو می‌کرد اینها. و همین باعث شد که پدر من وقتی اومد و هم کف پاش اذیت داشت هم کلیه‌اش ناراحت بود، وقتی که سکته قلبی کرد به خاطر این شرایط در عرض یه هفته توان نیاورد و فوت کرد. و البته خب مادر من هم الان فردا قراره که شهادت بده و میتونه دنباله این ماجرا رو مطرح کنه. زمانی که شوهر منو برای اعدام میخواستن ببرن، ساعت 12 شب من توی بند 246 بودم، ساعت 12 شب اسم منو خوندن. هنوز به من حکم نداده بودن که تمام همبندی های من توی بند وحشت کردن، گفتن حتی این وقت شب برای اعدامی که چیز نمی کنن، اعلام نمی کنن. معمولا ظهر صدا می کردن، سر وقت نهار آدم ها رو می بردن و کنار ما همه می شستن و می فهمیدیم. در ضمن اینجا اصلا اجازه نداشتیم عکس العملشون، اجازه نداشتیم هیچ نوع همبستگی به کسی که دارن میبرن برای اعدام اعلام کنیم، چون تنبیه میکردن. ما باید بی‌تفاوت نگاه، ولی اینجوری نبود و همه سعی میکردن که یک جوری احساس خودشون رو نشون بدن. به هر حال به من گفتن که چادرتو بردار و با چشم‌بندت بیا دفتر. که من رفتم اونجا کنار راه رو نشستم، دیدم که کسایی که همبندی یعنی همسازمانی من هستن هم کنارم هستن. منو بردن با همسرم حدود 7-8 دقیقه که یک نفرم بین ما به همین فاصله خیلی کوتاه ایستاده بود. و همسرم به من گفتش که من دارم میبرن برای اعدام و به اصطلاح وصیت خودش رو و سفارش خودش رو برای من اعلام کرد و از من عذرخواهی کرد به خاطر اینکه باعث شده که من هم اونجا باشم و من هم به اصطلاح خودش قربانی این جریان باشم. که من اصلا اونجا دیگه حرف خودم رو زدم، گفتم که نه، من به خاطر خودم و عقیده خودم اومدم اینجا و مطمئن باش که اگر من از اینجا برم بیرون به فرزندانت حتما میگم چه اتفاق، نه تنها به فرزندان بلکه به تمام مردم. Mrs. Goldman, can you explain what happened to your infant children that were taken from you at the time of your arrest? بچه‌های منو به مادر شوهرم دادن و هشت ماه من تو سلول انفرادی بودم. چون خانواده درجه یک که من همه زندان بودن به من ملاقات نمیدادن، چون من فقط دو تا بچه کوچیک داشتم، نمیتونستن دو تا بچه کوچیکو به تنهایی ملاقات بفرستن. و بعد از اینکه منو به بند عمومی فرستادن، اولین بار که به من ملاقات دادن من تعجب کردم و فکر کردم شاید پدرم مادرم کسی رو از ما آزاد کردن که میتونه بیاد ملاقات. و وقتی که رفتم به اتاق ملاقات،
دیدم که اصلا منو با شیشه های دوجه دارم نذاشتن، منو جدای از اونها کنار راه رو گذاشتن. بعد که نگاه کردم دیدم دو تا بچه کوچولو دارن از اون دور میان که دستش یه پاسدار دست دختر رو گرفته و دست پسر رو گرفته داره میاره و این دختر دیگه دستشو محکم از دست این پاسدار جدا میکنه و دست برادرش میگیره میاد و من چون دخترم و قیافه دخترم یادم بود تازه فهمیدم که این پسره پسر خودمه. ولی سعی کردم که روحی خودم رو حفظ کنم، سعی کردم که براشون شعر بخونم، شعر کودکستانی بخونم و سعی کردم که اونها یه حالتی نباشه که از اینجا میرن احساس بدی داشته باشه. ولی انقدر این بچه ها باهوش بودن همه چیز رو فهمیدن. خواهرم، یه دونه از خواهرام به بیرون بود، یه خواهرام هم که فراری به احضار بدبختی با 4 تا بچه هر هفته می اومد ملاقات یکی بود، ملاقات پدرم، ملاقات شوهرش، ملاقات مادرم با این 4 تا بچه و یعنی انقدر اومده بود اصرار کرده بود که اجازه داده بودن که این بچه ها رو تحویل بده به پاسدارا که اونا بیان منو ببینن. و این ماهی یک بار من با بچه هام تا وقتی که آزاد بشم ملاقات داشتم. ولی خب این هنوز ماجرا تموم نشده. وقتی که من اومدم بیرون مثل یه جزامی حسی که آدم که به عنوان یه زن دید جامعه به شما چیه؟ یک زن زندانی نه به شما کار میدن و شما رو به عنوان یک انسان قبول دارم. این یه مسئله هستش که تا امروز ادامه داره. اصلا این مسئله یه شعار و نمیدونم داستان رویایی نیست، یه واقعیتی که تو جامعه وجود داره. از اون روز که من بیرون اومدم فریادم برای فریاد رسانی برای این ماجرا ادامه داشته و همه جا فریاد زدم، همه جا اعلام کردم و همه جا گفتم که چقدر از عزیزای از خانواده درجه 1، از خانواده درجه 2، از فامیل، از دوستان و اسامی اینها تک تک هست، من همه اینا رو در خدمت شما میذارم، همه کسایی رو که به چشم خودم دیدم و یا اینکه از عزیزانم بودن که از ما گرفته شده، همه اینا رو در اختیارتون میذارم. ولی یه چیزی که هست این که تمام تلاش جمهوری اسلامی این بود که مخصوصا ما زنها رو خورد بکنه، له بکنه و توی جوه احساس گناه برای ما ایجاد کنه. در من چنان احساس گناه ایجاد کرده بودن که تو به عنوان یک مادر نه تنها در حق فرزندانت جرم کردی و نه تنها کافر هستی، نه تنها انسان نیستی، در مقابل بچه‌هات هم جرم کردی. بچه‌های من پیش مادر شوهرم بودن و من بیرون اومدم، مادر شوهرم اونا رو به من نداد. من مجبور بودم که اونجا زندگی کنم. با تحقیر، با سرزنش و طرد شدن تو جامعه. ولی خب خوشبختانه فرزندان من وقتی بزرگ شدم، پسرم وقتی 17 ساله شد تمام اینا رو نظارت داشت. پسرم ایمان شیرعلی الان اینجا حضور داره و خودش یکی از کسایی هستش که برای تریبونال قدم برداشته و تا وقتی زنده است دادخواهی خودش رو از این نظام جنایتکار، از این سیستم توکراسی خواهد گرفت. ولی سعی کرد که به هر حال بیاد و به من نزدیک بشه و دخترم هم همینطور. یعنی من واقعا در حال حاضر 10 ساله از این 33 سال
که گذشته حدود 10 ساله که من بچه‌امو پیدا کردم و باهاشون ارتباط دارم. I have two questions for you. In your testimony you have written that you're the first one to mention that you were deprived from food, that during your detention the guards or the people would keep you hungry and thirsty. So could you talk to us about that treatment that was reserved to you? And my second question is, you mentioned your mother would be testifying with us, for us. Will your daughters testify for us, or your children? Or if that's not the case, could you tell us how they've been affected by your story about what happened to you at that time and since then? همطور که گفتم شکل‌های مختلف شکنجه، آزاردهی در زندان متفاوته. من که تو سلولای بند 209 سلولای انفرادی بودم، صبح اول وقت می اومدن صدا می کردن، می اومدم تو راهروی زندان از ساعت 8 صبح تا 6 و 7 بعد از ظهر همینطوری منو می نشوندن به اسم بازجویی، اسمی که اومدم منو برای بازجویی. یعنی من نمیتونستم برم دستشویی، نمیتونستم غذا بخورم، نه آب، یعنی تقاضای هیچی نمیتونستم. حتی اگر چشمندم رو بالا میآوردم با یک ضربه تو سرم برخورد میکرد که چشمندتو بیار پایین، اجازه نداری که سرتو بلند کنی. یا اینکه صدا میکردم به اصطلاح خودشون برادر برادر، اصلا تأثیری تو این مسئله نداشت. یعنی باید به خودم میپیچیدم اگر که باید میرفتم دستشویی، یا اینکه گرسنگی رو تحمل میکردم تا اینکه دوباره منو، بعد به صورت اینکه بخوان خودشون رو خیلی خوب و خیلی مهربون و نایس نشون بدن، بعد از ساعت 6 بعد از ظهر میمدن و بازجوی من که به اصطلاح بهش میگفتن احسان میومد با یک چیز که با یه مهربونی که ای شما اینجا هستی، من اصلا هیچ اطلاعی نداشتم، بیاین اینو بردارین ببرین دوباره سر جاش، ببرین تو سلول بذارین سر جاش. گرسنگی به این صورت بود. سیاستشون یه جوری بود که مثلا فرضاً چون من همسرم فعال بود و در واقع درس تئوریک و آموزش سیاسی به دانش آموزا و دانشجویان میداد و گفته بودن که ایشون جرمش خیلی بالاتر از کسیه کسش که اسلحه دستشه. یعنی به هر حال من اینجا به نظر من نباید تو دام این بیفتیم که کی چقدر جرم کرده، این جرم رو کی تعیین میکنه. اصلا جمهوری اسلامی نه پرنسیب داره، نه اصول داره، نه هیچی. از بچه کوچیک گرفته حتی از حیوان نمیگذره برای تثبیت خودش. اینا فقط به خاطر خدا و به خاطر بهشت هر کاری از دستشون برمیاد. پس ما نباید تو دام این بیفتیم که نمیدونم من جرمم فقط یه کاغذ اعلامیه بود، یکی بگه من جرمم یه اسلحه بود یا اینا. این جمهوری اسلامی این چیزا حالیش نیست، همه رو با هم میزنه. برای همین خب همسر من به اصطلاح ظاهرا تو بخش سربداران نبود، ولی اومدن گفتن که این جرمش خیلی بالاتره و اصلا توی اون زمان تر و خشک رو با هم سوزوندن. اینو بهتون بگم که یعنی مسئله اصلا این نیستش که جرم کی چقدر بود و چه اندازه بود. یعنی منم فکر میکنم من و مادرم و پدرم رو در واقع میخواستن این وسط هم له کنن، همین که ما رو به عنوان چیز درس عبرت برای ما بذارن که بگن که برای همین سعی میکردن که با پنبه سر ببرن. پاسدار بازجوی من میومد دلسوزی میگرد بیچاره تو که چه بلای سرت اومده، از یه طرف دیگه نمیدونم اون یکی برادر میسم یا نمیدونم اکبر رو میفرستاد همونجی که من سر صندلی نشستم که مثلا چیزی رو بنویسم با لگد و با نمیدونم مشت و لگد میومد میفتاد به جونمون که
کسافت های کافر بی شرف ها شما ضد جمهوری اسلامی هستین و تمام سر و صورت آدم ها یعنی با چشمن اصلا شما نمیدونید یه دفعه یه ضربه به طرف شما میمه یا اینکه یه دفعه صندلی رو از زیر پات میکشیدن با یه لگت پرتید میکردن دوباره مینشوندن گفتم بنویس برای همین هم هستش که در واقع به این صورت بود که ما گرسنه نمیکشیم Bring you meals or never, or for how long would they refuse to provide you food and drink? خیلی حالا شاید جالب باشه میومد با کفشای چیز یکتی میرفت و میگو آشه منافق کشه بشقاباتون رو بیاریم بیرون و یه مقدار سوپ میریختن توی ظرف میدادن دوتا قند میدادن که ما با همون آب گرم توی سلول به عنوان چای استفاده میکرد این یک بار غذای روز ما بود یعنی تو سلولا فرق داشت با بند من اگر یه چیزی میدادم من میتونستم مثلا یه ذره پنیر یا نون و لواش یه چیزی میدادن من اونا که چیز بودن میتونستن نگه دارن اگر یه موقع غذا ندن یا کم بدن بعدن بتونن بخورن ولی یا اینکه فروشگاه داشتن مثلا کسی اگر پولی داشت مثلا یه ذره چیز بگیرن اونم به خاطری که خیلی مریض شده بودن شدید مجبور بودن ولی توی سلول محدودیت که ما داشتیم این که به هر حال از اون دریچه اگر غذا بدن ندادن هم ندادن دیگه و بیشتر ما تو راه رو بودیم که غذا بهمون نمیرسید چون که به عنوان بازجویی می آوردن و ما رو همونجا نگه می داشتن دیگه و غذایی به ما نمیرسید So what was for example the longest period of time that you were not fed? دوران بازجویی بود. دوران بازجویی ما در واقع قضا کم به ما رو بعد از بازجویی و حکم دیگه به بندهای عمومی که می رفتیم دیگه نهار و شاممون به همون داده می شد. یعنی برنامه صبحانه نهار شام. صبحانه که به هر حال هرچی که می دادن در واقع از شام و نهار باقی می موند. ولی نهارمون هم که به هر حال خیلی شرایط خیلی بدی داشت یعنی غذاهای بسیار یعنی غذایی بود که حتی همه نرم چیز بیرون روی میگرفتن و باید تو صفای میسادن برای دستشویی چایی پر از کافور میدادن که اصلا هیچ مزه‌ای نداشت و هیچ نوع چیزی که به هر حال برای سلامت بدن لازم باشه نبود فقط یه چیزی بود که شکم رو سیر کنه که به هر حال اینا یه جوری زنده بمونن دیگه تا حکمشون رو بگیرن به هر I ask you a question about your children, the effect of what happened بله. on your children. Could you briefly mention something on that? بچه های من که یعنی کلن از مهر پدر و مادر محروم بودن از لحاظ روحی خیلی پسرم که به هر حال با مبارزه و با این برنامه هایی که برای تریبونال و کلا مبارزه سیاسی که میکنه یه مقدار از خشمش و اینها رو اعلام میکنه ولی افسردگی بسیار شدیدی در طولان مدت طولان خیلی زیادی داشت و داره دخترم هم همینطور و این کم بوده این صحنه هایی که می اومدن برای ملاقات یا اینکه توی مدارس از طرز که پدرشون رو چجوری میخوام توی این جامعه معرفی کنن و نفرت شدیدی که از اون سیستم داشتن پسر من 17 سالش بود میگفت من اگر از ایران نرم بیرون خودم رو میکشم برای اینکه وقتی که توی محیطی که همه چی به زور و ظلم باشه و قاتل پدرت یا قاتل مادرت رو ببینید دیگه نمیتونید تعاملش کنید و واقعا مردمی که الان اونجا دارن همینطوری اینا رو میبینن و خانواده های زندانی خیلی
مسئله است. ولی یه مسئله که هستش اینه که همین که به قول معروف هم که پسر من یا خود من یا تمام خانواده های زندانی سالیان سال این مسئله رو مطرح کردن و به گوش مردم رسوندن خیلی ارزش داره و این چیزی بوده که تا به امروز رسیده، فریادی بوده که به امروز رسیده. ولی چه من چه مادرم، ما اصلا انسان‌های نرمالی نیستیم و نمیتونیم هم باشیم. یعنی این خشمی هم که داریم به خاطر اینکه به هر حال وظیفه ما هستش به عنوان شاهدان جنایت اینو به مردم برسونیم و اعلام کنیم به چه صورته زندگی خودمون رو داریم با این مسئله ادامه میدیم. ولی به عنوان که یک زندگی اصلا ما نمیتونیم انتخاب کنیم یک زندگی نرمال رو، نمیتونیم، چون که شب و روز این مسئله با ما هست.